ای آن که بدین مکان داخل می شوی، دست از هر امیدی بشوی. نگاشتند چنین بر سردر دوزخ. و چون دانته سفرش را به ژرفای دوزخ می آغازد، این واژگان شوم از تاریکی ها و سیاهی ها که در انتظارش است خبر می دهند. در این حال و به رغم این هشدار هولافرین، این پیشگویی چرخ روایتی را به حرکت می اندازد که شاید بزرگترین داستان عاشقانه‌ای باشد که تا امروز بر زبان بشر رفته است. سفری حماسی که هم انسان را در بر می گیرد هم خدا را. اما برای رسیدن به رستگاری نیکخواهانه، دانته باید نخست راهش را از میان دوزخ بپالد و این چشمنداز عقوبت است که جای و گاه دوزخ را شکل می دهد. دوزخ پاره نخست از شعری روایی است که دانته آلیگیری در سده 14 نصرانی سرود و خود را در نقش شخصیت اصلی آن بازآفرید. در این سفر دانته در مغاک دوزخ فرو و فروتر می رود و عقوبت‌های هولناکی را در 9 حلقه جداگانه آن به چشم می بیند. نخستین حلقه دوزخ اعراف است، جایگاه آنان که حضور خداوند را درک نکردند، و سپس قلمرو شهوترانان، شکمبارگان، آزمندان، خشمگیرندگان، مرتدان، خشونت پیشگان و دغلکاران، تا آخرین حلقه دهشت، حلقه نهم و جایگاه خیانتکاران، جایی که گناهکاران در زیر چشمان تیزبین شخص ابلیس به دام افتادند. دو پاره دیگر، برزخ و بهشت، شرح ادامه سفر دانته است، چون از کوه برزخ بالا می رود و 9 سپهر ملکوتی بهشت را یکی از پی دیگری فرا می رود. کمدی الهی مجموعه این سپاره است که نوشتن آن 10 سال به طول انجامید و تمثیلی از سفر روح است در سلوک به سوی حق، و البته چیزی بیش از یک تمثیل دینی است، تحشیه نیشدار و گزنده بر سیاست در ایتالیای دوران نیز هست. دانته سرباز و دولتمردی از اهالی فلورانس بود. ایمانی خدشه‌ناپذیر به خداوند داشت، لیکن انتقادات بسیار به کلیسای کاتولیک روم، به ویژه از رواج پارتی بازی و زد و بند در کسب مقامات روحانی و از خرید و فروش الطاف مذهبی در قبال بخشش گناهان بیزار بود. بسیاری گروه ها از این رسوم و آیین های فاسد بهره می بردند، اما کمتر کسی به اندازه گولف های سیاه حامی این آداب زیانبار بود. گولف های سیاه جناحی سیاسی و دینی بود که برای گسترش نفوذ سیاسی پاپ تلاش می کرد. دانته عضو گولف های سفید بود، گروهی که در پی آزادی بیشتر فلورانس از سلطه و نفوذ روم بودند. دانته به نمایندگی آنها مکرر علیه قدرت پاپ سخن می گفت، تا آنکه گولف های سیاه زورشان چربید و در سال 1302 او را از فلورانس تبعید کردند. زندگی در تبعید ساکتش نکرد، برعکس او را به بزرگترین منتقد بدخواهانش بدل ساخت. اکنون که بی آبرو شده و چندان امیدی به بازگشت نداشت، آزادانه هر خشم و خصومتی که به کلیسا و جامعه ایتالیا داشت را بر قلم آورد. به جای اینکه به سنت نخبگان تحصیل کرده به لاتین بنویسد، دانته کمدی الهی را به ایتالیایی نوشت تا این نقد گزنده سیاسی بیشترین شمار مخاطب را پیدا کند. در جایگاه خشمگیرندگان دوزخ، دانته مشتاقانه گناهکاران را می نگرد که فیلیپ و آرژنتی از جناح گولف های سیاه را می درند و اندامهایش را از هم می گسلند. در حلقه دغلکاران، دانته با گناهکار مرموزی هم سخن می شود که در داغترین شعله ها در حال سوختن است و در می یابد که وی پاپ نیکولاس سوم است. پاپ به او می گوید که دو جانشین او چون بمیرند به او ملحق خواهند شد. گناه هر سهشان زد و بند و فساد است. به رغم تصاویر تاریک و گاهی خشونت بار در دوزخ، کمدی الهی داستانی عشقی هم هست. دانته اگرچه با دختر یک خانواده قدرتمند فلورانسی ازدواج کرده بود، از 9 سالگی عشقی یک طرفه به زنی دیگر در دل می پرورد، بیاتریچ پورتیناری. با اینکه گویا فقط 2 بار او را دیده بود، باتریس تا آخر عمر الهه الهام دانته بود.
الهام بخش و موضوع بسیاری از آثارش. در حقیقت این بیاتریس است که سفر دلیرانه دانته به گودهای دوزخ را می آغازد و نیز او را در بالا رفتن از گذرگاه های کوه برزخ یاری می دهد. بیاتریس زنی قدرتمند با شمایلی می نویست که دانته را در سپهرهای تو در توی بهشت راه بری می کند تا زمانی که سرانجام رویاروی با خداوند دیدار کند. در این سده ها که از انتشار این کتاب گذشته، در اون مایه های عشق، گناه و رستگاری آن دستمایه هنرمندان گوناگون بوده است. از آگوست رودن و سالوادور دالی تا ازرا پاوند و نیل گایمن. و دانته شاعر نیز با تأخیر در سال 2008 رستگاری این جهانی خود را به دست آورد و شهر فلورانس سرانجام حکم تبعید عتیق او را باطل کرد.